و 25 ثانیه به یه لحظه سعی داشت پشت حاجی پور بره، اینجا یه لحظه حاجی پور از تشک خارج کرد، مربی میخواد یه مقداری جدا کشتی میگیرند و امیدواریم که افشین بیابانگرد در این کشتی پیروز بشه. میره برای کمرگیری کشتیگیر روس که اینجا پشت حریف میره، در همون حالت خاک میکنه آدم کوراک و یک امتیاز رو به دست میاره در خاک. یه سالتو برانداز رو هم کشتی سخت، یک امتیاز سالون دو منفجر خواهد کرد. خیلی راحت تعادل بیابانگرد رو به هم میزنه. ازاد در وسط دوشک کار رو دنبال میکنن تا یه لحظه موفق شو به پل ببره و سه امتیاز. گینه ایرنک هم کاملا باید نواز باش رو جمع صدور که در همون حالت به کنوه سوبلس رو اجرا کنه اگه بتونه. میلینکوف سوبلس رو اجرا نکرد، مونتا گیل نیرنگ رو به بیرون از تشک هدایت، ما یه مقداری موتورش دیر روشن شد. سرگن کار میکنه، سعید باز هم فند کمر رو اجرا کنه. گیل نیرنگ خودش در خاک قرار میگیره و یه بار انداز دیگه. چقدر شل میشینن بچه ها در خاک. سه امتیاز گرفت به ناگاه، دیگه پنج امتیاز از دست میده، دیگه برتری مدال جهانی است و سایدر به زیر کتفای حریف بزنه، به قولی ولاسوف مهار کنه. وان ولاسوف سایدر که علیزاده منطقه هرمز تشک هدایت کنه که اینجا موفق میشه که یک امتیاز رو بده.